جناب استاد، مجددا حضور شما را در این برنامه و در شهر منشان به مناسبت سالگرد استاد شهید خوش آمدید عرض میکنیم، خیر مقدم عرض میکنیم. سوالاتی که در رابطه با هویت و مسائل هویت قومی مردم هزاره مخصوصا هست، میتونم سوال اکثر هموطنان ما مخصوصا خود مردم هزاره باشم. بله، اگر اجازه شما باشه در این رابطه ما شما گفتگو داشته باشیم. بسیار عالی. که ابهامات و سوالاتی که برای مردم هست انشالله برطرف شد. بسیار خوب، ما در خدمت شما. تشکر، بزرگوار هستیم. سوال اول، نظر شما راجع به هویت و نژاد مردم هزاره چیست و تاریخ حضور مردم هزاره در سرزمین های فعلی افغانستان به کجا برمیگردد؟ خدمت را عرض کنیم، تحقیقی که ما در مورد هزاره ها کردیم این است که هزاره تقریبا، من خود ما خیلی اطمینان داریم که به اقوام ترک و مغول برمیگرده. خب اقوام ترک و مغول یک تفاوت بسیار کمی در مورد زبانش داره، ولی ریشهشان یک چیز هست. وقتی ما میگیم ترک یا مغول یا ترکیب از ترک و مغول، فورا این نکته در ذهنها پیش میاد که پس از بقایای سپاهیان چنگیز خان و اولادشان هست. این که تمام اقوام هزاره رو بگیم از امو ترک و مغولای دوره چنگیز است و پیش از او قومی با این شکل و قیافه در افغانستان حضور نداشته، این به کل اشتباه است. بسیار اشتباه بزرگ است. بله. و خیلی ها گرفتار همه اشتباه است، مخصوصا بعض مورخین ما، اگر دقیق یاد ما باشه، احتمالا در افغانستان در مسیر تاریخ هم یک جا ما یک نکته را مطالعه کردیم. بله. که نوشته بود که تا پیش از قرن ششم میلادی پای اقوام ترک و مغول به خراسان او روز یا افغانستان امروز ننشسته بود و این اشتباه است. به چند دلیل، دلایل زیاد ما داریم که این حرف اشتباه است. خب قدیم که کشورهای تو تقسیم بندی هم نبود، گاه یک سری موانع طبیعی بود، مثلا رودخانه های بسیار خروشان باعث می شد که بعض اقوام موقتا نتانه از این طرف رودخانه به اون طرف عبور کنه. ولی خب بین افغانستان یکی از این موانع امیر رود آمو بوده، ولی رود آمو در اون زمان در زمستان سطحش به کلی یخ می زد. یخ می زد، قسمت های از اونقدر یخش هم محکم بود که می تانستن افراد هم از روی یخ رد شه و حتی سوار هم می تانستن رد بشه. از رودخانه آمو به اون طرف چه اقوامی ساکن بوده؟ اقوام ترک و مغول بوده. پس یک رودخانه واقع مانه نمیشد کنا در طول قرنها حتی پایش هم به افغانستان ننشه. نه، بارها آمده در افغانستان ماندگار شده و ما دلایل بسیار قرص و محکم تاریخی از جهات گوناگون ما دلایلی داریم که شاید از 5000 سال، 6000، 7000 سال و حتی بیشتر از اون ممکنه هم اقوام با اینمی قیافه ای که امروز ما مردم هزاره داریم، با همین قد و قواره ای که ما امروز داریم، این زمین نو انسان ها در افغانستان بوده. نه تنها در افغانستان، در شمال افغانستان، بلکه تا مرکز افغانستان بوده و حتی تا نواحی سند که حالا در خاک پاکستان واقع است هم بوده. یعنی اقوام ترک و مغول 4000 سال پیش با اقوام، خدمتتان عرض کنیم، دراویدی هند همسایه بوده. و ما کلمات ترک مغولی را در زبان اونها هم میتونیم پیدا کنیم، ریشه یابی کنیم. اگر یک محقق پیدا شه
روی زبان دراویدی که شامل زبان تامیلی و خدمتان از کنیم مالای علم و چند تا زبان میشه، در اونم اونجا واژه های از زبان مغولی پیدا میکنیم، واژه های از زبان ترکی پیدا میکنیم. خب اینا از کی آمده، از چه زمانی آمده؟ همون زمان نظر شخصی خودم این است که وقتی اونها در نواحی مثلا حدود سند با اقوام ترک و مغول همسایه بوده، رفت آمد داشته، داد و ستد داشته، معاشرت داشته، از همون زمان این واژه ها وارد واژه های دراویدی شده. اسامی جغرافیا هم که ما بررسی میکنیم، اسامی جغرافیا از نواحی سند تا خود افغانستان، تا مرکز افغانستان، تا شمال افغانستان، تا جنوب و تا غرب افغانستان، ما این نامای ترک مغولی را در اسامی جغرافیایی داریم. مثلا در منطقه بلوچستان پاکستان منطقه داریم به نام کشلاک. کشلاک چی هست؟ و همون قشلاق بوده که به زبان بلوچی شده کشلاق، چون اونا قاف ندارن. کشلاق کلمه ترکی هست، کشلاق، قیلاق، اینا کلمه ترکیه. ما در ولایت هلمند تپه های داریم مثلا به نام سرخ داغ، کلمه داغ ترکیه به معنی کو تپه. اسپین بولدک کلمه مغولیه، اسپینش فارسی ترکیب شده. یعنی خدمتتان عرض کنیم که قله تپه یا قله کوه سفید و از این نوع اسامی به اندازه‌ای داریم که وقتی مجموع اینها رو ما شمار کنیم به صدها چیز کلمه میرسه. یک نام دیگه رو ما با شما بگیم که کلمه طاووس است. طاووس محل بومی و اصلی طاووس در دامنه کوههای همالیا بوده. کوه همالیا خب یک بخش از هند هم اشغال کرده. مرکز اصلی پرنده طاووس در اونجا بوده. در زمان حضرت سلیمان، یعنی تقریبا حدود 900 سال پیش از میلاد، حدود 950 سال پیش از میلاد، حضرت سلیمان که یکی از پادشاهای بنی اسرائیل بود و قلمرو نسبتا وسیعی هم داشت، میشنوه که یک پرنده بسیار زیبایی در نواحی سند هم وحشی هم مردم پرورش هم میدن. خب این تقاضا میکنه که از اون پرنده ها برای ما بفرستیم. از اون طاووس، طاووسی که اهلی شده بود، خود مردم منطقه اهلی کرده بود، تعداد فرستاده میشه برای حضرت سلیمان در فلسطین. و حضرت سلیمان هم چی میکنه که تکثیر کنید. این طاووس تکثیر میشه در اکثر مناطق عرب نشین، تا حتی یمن اینجا رو هم میرسه. تا مدت ها مردم فکر میکرد کلمه طاووس کلمه عربیه. نه، عربی نیست. این کلمه از مردم بومی او زمان گرفته شده، مردم کنجا بوده. خب اونا تاووخ میگفتن، تاووخ میگفتن، تاووخ که آوردن در محیط مثلا آرامی ها، اینها یک بر اساس لهجهشون یک تغییر کوچک آمد، تاووخ شد طاووس، تاووخ شد. خب حالا تاووخ چی هست؟ تاووق را که ما رو شیابی کنیم دقیق کلمه مغولی هست. مغول ها تاووق میگفتن به مطلق مرغ خانگی. و پس معلومه که تا دامنه های کوه های همالیا حدود 4000 سال پیش اقوامی که بارش مغولی با زبان مغولی آشنایی داشته اونجا حضور داشتن. در مجسمه هایی که از موهنجودارو کشف شده، موهنجودارو خب شهری بوده حدود 5000 سال پیش، 5000 سال پیش کشفیات شده، یک سری مجسمه هایی در آمده، مجسمه های انسانی در آمده. معلوم است که انسان هایی که مجسمه می سازه بیشتر تلاش میکنه که اون رو به شکل خود بسازه. این مجسمه هایی که در آمده
آدمای هستن همینطور قد کوتاه و منتها چارشانه و یک مقدار زخیم تنه و ریشش همینطور سختی هست چیز ده، در صورت که ریش بقیه اقوام مثلا آریایی اینا که هست چه هست؟ موجدار هست یا موی سرش هم موجدار هست. خب بعد بینیشون و مخصوصا چشمش، چشمش بسیار دقیق، چشم بادامی هست. به هیچ صورت این چشم به خدمتان از کنیم چشم اقوام آریایی، اقوام مثلا که ایرانی ها شباهت داشته باشه یا با تاجیک و پشتون، با او چشم نمیخوره. نقاشی هم همونطوری، ما میبینیم نقاشی هم اکثر چشم چشم بادامی. خب مردمی کنار نقاشی کرده بیشتر به صورت خودش نقاشی میکرده. چیز دیگه ای که هست در بعض جاها مثلا امی دی این این مرده های او زمان را هم آزمایش کردن. خب استخوان ها و اسکلت های از مهنجدارو به دست آمده که در اثر این آزمایش ها تعداد از اینها ثابت شده که 100% نژاد مغولی بوده. ساکنینی که 5000 سال پیش در مهنجدارو در هاراپا ساکن بوده و این نژاد مغولی داشته. پس این چی رو میرسانه؟ این رو میرسانه که این همه نژاد او زمان هم در نقطه به نقطه افغانستان اکثریت داشته. ممکنه اقوام دیگه هم از نژادهای دیگه هم بوده، ولی اون چه مسلم است قطعا نژاد مغولی در مغولی و ترکی در نقطه به نقطه افغانستان بوده که هم استخوان‌ها شهادت میده و دین این دین ایشان شهادت میده و هم مجسمه ها شهادت میده، هم جمجمهشان، جمجمه ترک مغول با جمجمه دیگرا فرق میکنه، اندازه گیری میشه. این هم شهادت میده، نامگذاری جغرافیایی هم شهادت میده و حتی بعض فرهنگ ها و اعتقادات هم مشترک است بین ترک و مغول و حتی چینی ها. مثلا ما یک مثال میزنیم به شما، یک چیزی هست در بین ازاره هم هست، در بین ترک هم هست، یک حساب سال هست، یک دوره دوازدگانه داره. سال در بین ترک ها بهش جل میگن، جل که کلمه ترکی هست، چیز مغولی هست، در ترکی یل میگه، در مغولی جل میگه. یک دوره دوازدگانه داره، دوازدگانه هر کدامش به یک حیوان منصوب است. گور با فارسی باز بسیار خلاصه اگر ذکر کنیم این سالهای دوازدگانه، میگه موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار، زن چار چوبک زری نهنگ آید و مار، آنگاه به اسب و گوسفند است و حساب، هم دونه و سگ و مرغ و خوک آخر کار. خب اینمی تقسیم بندی از کجا میه؟ از اقوام ترک و مغول میه. اقوام ترک و مغول در حسابش حتی دو نوع حساب داره، یک حساب دهگانه، یک حساب دیگر دوازدگانه، دوازده دوازده چیز میشه. باز از او طرف هم سومری هایی که در عراق بودن، امروز بحث است که اینا از کدام قوم بوده. باز همه حساب ها رو که میگیریم میبینیم دلایل بسیار زیاد وجود داره که مردمان سومری که 5000 سال پیش در عراق در بین النهرین ساکن شدن، اینها از منطقه اشقابات یا ترکمنستان تقریبا از این منطقه کوچ کردن رفتن در عراق ماندگار شدن، یک تمدنی به وجود آوردن که تمدن بسیار پیشرفته هم در زمان خودش بوده و خطی به وجود آوردن، خطش هم به عنوان خط میخی مشهور هست. باز زبانش امروز بررسی کردن، زبان همه سومری ها را دنیا، کل دنیا اقرار میکنه که زبان سومری جز زبان های تکهجایی هست، شبیه تکهجایی، یعنی
چطوری باید بگیم که پسوند دارم پیشوند ندارم، ولی زبان فارسی، زبان انگلیسی، زبان های عربی اینا پسوند و پیشوند و میانوند دارن، ولی زبان ترکی، زبان مغولی و زبان سومری اینا فقط پسوند داره. میخواد کلمات تغییر کنه، فعل تغییر نمیکنه، با اضافه شدن پسوند معانی را تفهیم میکنن. یعنی خب در رابطه با سوال امیر ما یک نتیجه گیری کنیم، یک کمی طولانی میشه که دوستا میبخشه که چیز به نتیجه برسیم. خب پس میبینیم که سومری ها اصالتا همون ترک و مغول هست، با او فرهنگ، با او زبان چی داشته خدمتون، پیوند داشته. اینا هم 5000 سال پیش از حدود ترکمنستان فعلی رفته، در عراق ماندگار شده. پس چطور ممکنه که در افغانستان اقوام ترک و مغول نیامده باشه؟ نه، 100% آمدن، ماندگار شده و همی اجداد هزار بخش عظیمش هم از همون ترکا و مغولای مثلا چند هزار سال پیش است که اینجا ماندگار شده، نه ترکا و مغولای دوره چنگیزی که ممکنه اینا هم آمده باشد، اختلاط پیدا کرده باشد. این ما به کلی نفی نمی کنیم. خب پس او قول مورخین افغانی که میگه تا پیش از قرن ششم میلادی پای ترک و مغول به افغانستان ننشسته بود، باطل ترین گپی نست، به کلی غلط است. ما 100% باید بدانیم که از قدیم الایام، از خیلی خیلی قدیم، اقوام ترک و مغول یا کلن اقوام ترک و مغول در افغانستان ساکن بوده، دیگران نبوده، یا نهایت اگر دیگه از نژادها هم بوده ترک و مغول هم بوده. ازاره امروز 7 میلیون جمعیته، با ازاره سنی اگر حساب کنیم دیگه واقعا از 7000 به هیچ صورت کم نیست. ازاره سنی، ازاره اسماعیلی، ازاره شیعه. خب این ما اگر از اولاد چنگیز بدانیم، از زمان چنگیز تا هنوز 800 سال میشه، امکان نداره که یک قومی مثلا 1000 نفر یا 2000 نفر، وقتی میگه ازاره تحلیلی که روی کلمه ازاره نمیگه، یک 1000 نفر، یک دسته 1000 نفری آمده اینجا ساکن شد. علم اولاد ازاره از اولاد اموست. خب آیا میشه در 800 سال یک دسته 1000 نفری تبدیل به 7 میلیون یا 8 میلیون چوه؟ امکان نداره. ما غیر از این چیزای دیگر هم داریم، مثلا ما عرب داریم در نقطه به نقطه افغانستان، در طرف های مزار اینجا، که از جمله همین چیز آقای نور هم از همون عرب ها هستن. عرب ها طبق گفته تاریخ در قرن خدمت رو نرز کنیم 2 هجری 54 خانوار، 54000 خانوار، 54000 خانوار، زن و بچه با خیش، قوم و قبیله با همش آمدن در افغانستان ساکن شدن. از اون 54000 که حالا 1400 سال میشه، کل عرب های امروز افغانستان چقدر میشه؟ شاید به 500000 نرسه. ما چیز اقوام نورستانی رو داریم که اینها ثابت شده از بقایای سپاهیان اسکندر مقدونی هست. اسکندر مقدونی 300 سال پیش از میلاد آمد در افغانستان، حدود 10000 نفر یونانی را در همون نواحی که امروز نورستانی ها ساکن است اینجا ساکن کرد. خب اون 10000 چیز یونانی امروز همه نورستانی های امروز باقی مانده که به مراتب جمعیتش کم شده. شاید نورستانی ها به 500000 هم نمیرسن قطعا. چرا پس اونا تکثیر نشد؟ چطور میشه ازاره با اون همه قتل عام هایی که شده، با اون همه امراض که زمان بیماری و باب و طاعون بود نصف جمعیت نابود میکرد، اینها امروز 7 میلیون یا 8 میلیون یا حتی از بیشتر شده باشه؟ بس نه،
یک به کلی غلطه. مسئله دیگر مغولای امروزی که در افغانستانه که بنام مغول هم یاد میشه، الان هم یاد میشه به زبان مغولی، تا همین 40-50 سال هم گپ هم میزدن. مغولای مثلا در شرق هرات هستن، بنام مغولان هم یاد میشه، در منطقه اوبه هست، در منطقه شافلان هرات هست، در بخش های از فرا هم بوده، در غزنی هم ما یک منطقه داریم بنام مغولان. این اقوام مغول هست، به تبدیل به هزاره نشده، به نام مغول خود یاد میشه. اون مغولایی که در شرق هرات هم از اون نیکودریان بودن، اونا هم به اون نام مغولی خود یاد میشه. تا 50-60 سال هم به زبان مغولی گپ میزدن. و یک ملا عبدالقادر مغولی هست، ساکن شافلان هرات بوده، کتاب نوشته در مورد زبان مغولی و شعر مغولی، خود شاعر بوده به زبان مغولی شعر میگفته. این کتاب یک جهانگرد چینی اونجا میه، ازش میخره گرفته مبره. اما داستان خرید و فروش و مثلا یک قسمت های از دو کتاب در مجله آریانا چاپ شده، کسای تحقیق کردن چاپ کردن. بنابراین در کل نتیجه همی میشه که ممکنه بین هزاره ها اقوام مغولی از سپاهی های چنگیز هم آمده باشه، اما حل شده کلن بین هزاره. ولی هزارهای که اجداد ما باشه که ممکنه 7000 سال، 8000، حتی بیشتر از رو آمده باشه در افغانستان، این خلاصه گپ نمیدونیم چقدر مفهوم شده یا نه، دوستا چقدر فهمیدن یا نفهمید. اگر طولانی هم شد معذرت میخواییم. تشکر. به اعتقاد شما که مردم هزاره مهاجر و یا اضافه شده های اقوام دیگر نیستن، در صورتی که کم از کم بین 6-7000 سال در مناطق بله سکونت داشتن؟ بله بله بله، به هیچ صورت مهاجر گفتن نمیشه، بلکه اگر ساکنین اصلی نباشن، لااقل یک از ساکنین اصلی افغانستان هست. و پیش از آنه که کشوری به نام افغانستان یا به نام خراسان یا به هر نامی که به وجود بیاد، قوم مغولی در این سرزمین ساکن بوده. قوم مغولی یا ترک فرق نمیکنه، یک چیز است. سوال بعدی، در طول تاریخ تمدن ها و حکومت هایی که مستقیما توسط کسانی که فعلا به عنوان مردم هزاره شناخته میشن، بله، چه تمدن ها و حکومت هایی تشکیل شده و یا اینکه این مردم چه سهم عمده ای در کدام حکومت ها داشتن، در ایجاد کدام تمدن ها داشتن؟ خب بخش ما به این نتیجه رسیدیم که هزاره ها یک از قبایل ترک و مغول هست. و میم نگاه میکنیم تاریخ منطقه را بررسی میکنیم که اینجا کی سلطنت کرده، چه سلسله های سلطنت کرده. بله. مثلا ما میم کوشانی ها را بررسی میکنیم. خب یک قبیله به نام کوشانی ها در افغانستان سلطنت کرده، سلطنت بسیار مقتدری هم کرده، بعدا رفتن تا حدود هند، اونجا ماندگار شدن و جذب مردم هند شدن. کوشانی ها را امروز مورخین دولتی در افغانستان گفتن اینا بله آریایی هستن، اما هیچ دلیل نداره. در صورتی که همون کوشانی ها را مثلا جواهرلال نهرو میگن مغولی، مورخین غربی هم اکثر میگن اینا مغولی هست. خب رسم و رواج های هم که بینش بوده همین را نشان میده که اینا مغولی هستن، مغولی یا ترکی هستن. شهر سلطنت مقتدر تشکیل داده و من هم معتقدم که کوشانی ها 100% ترک و مغول بوده. از این گذشته اقوام دیگر باز میاییم بررسی میکنیم. یک سلسله قومی بسیار مقتدر دیگه به نام قرائی ها و قراترکان به این نام ها یاد میشنن، این هم در افغانستان سلطنت کرده. در اون طرف دریای آمو که مناطق مثل خدمت ازبکستان و تاجکستان و قرغزستان دایره حکومتش تا قسمت های از زیاد از شمال گسترش داشت، این هم ترک و مغول بودن. بعد در داخل افغانستان ما میبینیم سلسله به نام غزنویان آمدن. خب غزنویان هم ترک و مغول بودن. باز ایره که بسیار نزدیک کنیم
امو اجداد سلطان محمود غزنوی رو بررسی کنیم که کی بودن. در تاریخ نقل شده که ناز یک شاخه قوم ترک و مغول به نام قلوخ بود. قلوخ رو حالا بررسی میکنیم که قلوخ کی هست. قلوخ اینمال هم یک از اقوام هزاره هست. در منطقه شیخ علی تعداد مثلا قوم قلوخ داریم، قیافه هزارگی رو داره، به زبان هزارگی گپ میزنه، بعض شیعه بعض سنیه. خب غزنویان هم از همون مردم بوده، پس میتونیم بگیم سلطنت غزنویان هم هزاره بوده. قوم دیگه مقتدر بسیار چیز مقتدر سلطنت کرده که البته بنان گزارش کمی بدنامتر است، ولی اولادشان بسیار خوشنام است. سلسله تیموریان هرات است. تیموریان هرات از اولاد امیر تیمور لنگ هست دیگه به اصطلاح. ولی امیر تیمور در زمان خودش تقریبا یک چهارم دنیای شناخته شده او زمان تحت تصرف در آورد. 25 سلسله سلطنت را منقرض کرد و خودش یک سلطنت بسیار وسیع چیز کرد. آدم عجوبه ای بوده، یک نابغه عجیب غریب بوده، هم در قسمت مسائل سیاسی در هر چیز گپای جالب داره. یکی از گپایش هم همیست که میگه دنیا اوقدر وسیع نیست که گنجایش چند تا سلطنت داشته باشه، یک سلطنت برای کل دنیا کافی است. پس منظورش هم همین بود که اونو سلطنت من ندهیم. به همون دلیل هم 25 سلسله سلطنت را از دهلی تا مسکو منقرض کرد و خودش اینجا ماند. پس تیموریان هم از نگاه قومی مخصوص خود ترک اصلا نسبنامه خود راست به چنگزخان میرسید میرسون. اینم که قبول نکنیم به این که ترک بود، به زبان ترکی گپ میزد، یک از قبالی ترک بود، خود جای شک نیست. باز اولادشان هم در چند جای حکومت کرده، یکی از اولادشان که شارخ باشه، شارخ مرزا در هرات حکومت کرد، پایتخت هرات بود. خب پایتخت که هرات بود، تمام افغانستان، بخش زیاده از شمال هند و تمام ایران اینا جز قلم رویش بود. شارخ شاه بسیار خدمت فرهنگ دوست و خودش هم اهل علم و دانش و فرهنگ و هنر بود. این خاندان کلش آثار علمی و هنری زیادی در افغانستان به جای گذاشته. حتی مخالفین ترک و مغول مثل عبدالحی حبیبی با اون تعصبش، این کتاب هم داره که هنر عهد تیموریان، مجبور شدن اونا را انعکاس بده. مثلا یک خانم به نام گورشاد خانم است، خانم همه شاروخ، مسجد گورشاد را او ساخته، مسجد گورشاد هرات هم او ساخته، مدرسه ها ساخته، خانقاه ها ساخته، اهل علم و دانش بودن. یا خدمتتان عرض کنیم که یک از نواسه های آدم در سمرقند رصدخانه در او زمان ساخت و او را همه غربی ها با افلاطون چی میکنند؟ برابری میکنند از نگاه علم و دانش. با اینکه به سلطنت هم رسید، بعداً علم و دانش قبور گرویده کرده بود که سلطنت تقریبا رها کرد که رقبایشان گرفتن. دیگر چیز باز یکی از سلاطن از امیر خانواده که مروج علم و دانش بود، سلطان حسین بایقرا بود که او تانوز هم در افغانستان خوشنام هست، طرفدار علم و دانش بود. دیگه خدمتان از کنیم از قبیله هزاره هم یک قبیله به نام چه سلسله ارغونیان حکومت کرده در هزاره، باز یک شاخه دیگهشان تا سند را رفته حکومت کرده و قندهار هم اون زمان کلن تحت سیطره همه مردم بود و قندهار پایتخت یک شابق ارغون بود. دیگه بعدها برادرای پشتون آمد کم کم. پشتون ها در سال 1006 هجری برای اولین مرتبه به قندهار سلطه پیدا کرد. و شهر قندهار گذشته را ما که بررسی کنیم، شعرهای فارس زبان زیاد اونجا پیدا میکنیم. دیگر بسیار نفرهای دیگر میتونیم نام ببریم. مثلا زمانی که ایوان تسانگ در بامیان میاد، یک میاد در تخار، یلدوز خان
یک از پادشاهان ترک حکومت میکرد، این پادشاه اصلی بود. حدود 27 سلسله عمرای دیگه زیر دست ای بود. کلمه یلدوز خان، خود کلمه اصلا ترکی هست، یلدوز ستاره رو میگه، یلدوز خان یعنی خان ستاره. باز یکی از دست نشانده های همو یلدوز خان در بامیان حکومت میکرد. دیگه از این چیز که ما حساب کنیم او قضیات هست از این سلسله هایی که اونجا حکومت کرده، فرمان روایی کرده، بعضش وسیع‌تر، پردامنه‌تر و بعضش کوتاه‌تر بوده. پس ما نقطه به نقطه آثار ترک و مغول داشتیم با این تفاوت که هرگز این سلسله های ترک و مغول این تعصبی که بعداً آمد که قدرت را، ارتش را تلاش میکرد و پشتای دولتی را منحصراً در قوم خود با چنگ و ندان محکم میگرفت، دیگرها را اجازه نمیداد. نه، سلسله های ترک و مغول یه طور نبوده، از دیگرها استفاده میکرده، بارها استفاده کرده، بارها مثلا سلاطین سلجوقی در ایران حکومت کرده، پادشاهان سلجوق بوده، ترکمن، اما وزرا ایرانی بود، از ایران انتخاب میکردن، وزرا و کارمندا از ایرانی انتخاب میکردن. این تعصب اصلا نداشتن. خب در این زمینه او گپ زیاد داریم که جز پرگویی شاید چیز دیگه برادرات چه نکنه. این است که ما بسیار خواستم خلاصه گپ بزنیم. تشکر لازم زیاد. و یک سوالی که برمیگرده به دایه های هزارستان. بله. یکی مشخصا هزارستان یا مناطقی که سرزمین آبایی هزارها بودن چند دایه داشته؟ این تا جایی که ما ای را پیدا کردیم کلمه دایه را، اصلا ما به یه عقیده هستیم که نی کلمه دایه از نگاه لهجه با سه صورت تلفظ میشه. اونایی که به صورت دای تلفظ میشه ما تا 24 تا دای رو پیدا کردیم. 24 تا دای مثلا مثل دای مرداد، دای کلان، دای مرکشه، دای کندی، دای زنگی، دای ملک، دای نوری، دای قزی، همینطور جمعا دای ها را من تا حدود 24 تا رو پیدا کردیم. باز این دایه ها در بعض جاها بعض قبایل هزاره ایره به صورت تای تلفظ میکرده. تای مثل چی؟ قوم داریم از مردم هزاره، قوم پر جمعیتی هم هست به نام تای بوغه، تای تمور، تای منی. اینها همو دای منی و تای منی و چی هست ایره فقط همون دای در اثر تفاوت لهجه قوم دیگه او رو به صورت تای تلفظ میکرده. باز همین دای در بعض موارد به صورت زای تلفظ شده. به صورت زای که تلفظ شده دال تبدیل به زال شده، به زال. خب ما چند نمونه به شما نشان میدیم که تا متقاعد بشه که آیا همچه چیز امکان داره یا نه. مثلا گنبد با دال الان تلفظ میکنیم، کلمه گنبده، ولی ازاراها او که از قدیم مانده ما همون گنبز میکنیم، با زال، تانوز هم با زال تلفظ میکنیم. در چندین مورد که در این مورد نمیخوایم زیاد بپیچیم، باز ما قبالی داریم که اونمو دایشون به صورت زای تلفظ شده، زای نصیر، زای کاکه، زای نل، نمیدونیم. ما حدود 60 تا زای پیدا کردیم. 60 تا همو دای هست. او رو به صورت زای تلفظ کردیم. و برای اینکه بازم مطمئن بشیم که همین دای و زای دقیقا یک چیز هست، الان منطقه داریم در ولایت میدان، از خود کوچه اشروی طرف تر از چیز خدمتون از کنیم، از پشت مزار کرده او طرف، طرف چیز یک جایی داریم به نام زایمنی. زایمنی همون تایمنی هست. خود لهجه باعث شده که تای رو به صورت زای تلفظ کنیم. بنابراین اونمو دای یا تای یا زای یک کلمه بوده
تا جایی که ما تحقیق کردیم به معنای جمعیت انبوه بوده. جمعیت انبوه رو دای یا تای یا زای میگفتن. باز ریشه گیره که ما بررسی میکنیم تا چین رو هم میرسد که اونجا هم مثلا همی کلمه مورد استعمال داشته. دیگر ما همین چیز یک مقدار در پیشک در تاریخ هزاره هم آوردیم و اگر اینجا به طور مشروع گفتن نتانیم چون وقت ما محدود هست خواستارا میتونن در پیشک در تاریخ هزاره چاپ سومش مطالعه کنن. بله. تشکر. چی مقدار از این سرزمین‌هایی را که شما یادآوری کردین فعلا در تصرف خود هزاره ها هست و چی مقدار از اون اشغال شده؟ بله تقریبا البته اشغال هم در طول زمان در چند مرحله اشغال شده. بعض از اینها در زمان احمد شاه قسمت های از سرزمین هزاره از تصرفش خارج شده. احمد شاه عبدالی. بعض از اینها بعدها در زمان امیر دوست محمد خان از تصرفش خارج شده. اما یک بخش عظیمش هم در زمان امیر عبدالرحمن. در کل میتونیم بگیم که دو حصه سرزمین هزاره از دستش به زور گرفته شده زمان امیر عبدالرحمن. هزارجات فعلی که مانده یک حصه است. اگر سه حصه کنیم هزارجات فعلی که البته منظورم این هزارجات شیعنشین رو ما کنیم. خب ما هزارهایی داریم که در مناطق تخار و نمیداریم بغلان و در چیز تا مثلا پامیر اونجا هم گسترده هست. میکنم بیشتر از اهل سنت هست. خدمتان از کنیم اونا منظور ما نیست. خود منطقه شیعنشی نداره تقریبا دو حصهشان از بین رفته و یک حصهشان الان درس ما هست. قدمت تمدن بامیان و تاریخ ساخت بت‌های مشهور سلسال و شهمامه به کدام دوره برمیگرده و این تمدن عظیم توسط چه کسانی بنیانگذاری شده؟ این خدمتان از کنیم که تمدن تقریبا از 300 سال دوام کرده. کامل هم نشده بود که دیگر بامیان تحت سلطه مسلمان ها که میشه. قسمت های مثلا 90 چیز حدود 90 درصدش تکمیل شده بود که مسلمان ها اونجا را پیدا میکنه. مسلمان ها که را پیدا میشه خب به مراتب چندین مرحله به مرحله بود ها را تخریب کرده از بین برده. دیگر خدمتان از کنیم بودا کسیم بود بزرگ که بود قسمت های صورت یک مقدار روکش از طلا داشت و لباس هم داشتن. لباس های ابریشمی که بسیار گران قیمت بوده به نام سرخ بود و خنک بود که یاد می شود. سرخ و خنک بود خنک هم سبز را چی میکنه. او یک لباس سبز به تنش پوشیده بود به نام چیز خنک بود یاد میشد. او یک لباس قرمز پوشیده بود ابریشمی بود او را به نام سرخ بود یاد کردیم. بسیار زیاد هم بوده تعدادش. یعنی حضرت بودا را از اون زمانی که متولد میشه در گهواره است بعد دوره طفولیتش است بعد دوره جوانی و نوجوانیشان است بعد دوره که از شازدگی چی میکنه استعفا میده میشه یک عابد میشه شاگردای تربیت میکنه. این از هر دورهشان مجسمه های ساخته بودن تا روزی که میمیره به اصطلاح خود اونها یعنی به نیروانا میرسه. روحش به اون مبدا اصلی اتصال پیدا میکنه و یک مجسمه هم خوابیده که بسیار چیز بوده تعداد قلم که چند قدم بوده این را حیوان تسان دیده بوده شرح میده که مجسمه دیگه از بودا در حال نیرمانا که مرده و روحش میخواد به خدا وصل بشه او را که شرح میده. او به مراتب از این مجسمه های ساده چیزش بزرگتر بوده. دیگر بازمی که غارت هم میشه از زیورالات به مرا
مرا چیز به چندین مرحله غارت شده. حتی تا زمان خدمتان از کنیم که سلاطین چیز خلفای بنی عباس هم در زمان بنی عباس مثلا از کنار یکی از این بت‌ها یک مجسمه طلای را پیدا کردن که یک تخت داره و یک عرابه طلایی ایره میکشه و یک سری صنعت ها و ظرافت های به کار رفته بود اونقدر ظریف و مهم که ایره چون زمان عرب ها مسلط بودن دیگر ازم بامیان خدمتشون بسیار با تمطراق بردن تا بغداده. در بغداد مردم که دیدن، عرب ها که دیدن، خلیفه که دیدن از این هنر و از این ظرافت که اونا به کار برده بودن حیرت زده شدن. سه روز این رو به تماشا گذاشتن در بغداد. مردم فوق فوق می آمد این رو سلی می کرد. آخرش آخونده و مثلا ملاها، ملاها یک اهل سنت به اینو متوسل شد به خلفا که از برای خودن این رو بگذار یک جا قایم کنید که یعنی مسلمان ها فاید فاید داره کافر میشه وقتی میگه اونا این چه هنر داره، هم چه چیزی داشته ساخته، پس ما چی؟ ما هیچ بودیم. خب یه نمونه یه از اون چیز دیگه. هر زمان هر کسی آمده یک چیز به آخرین مرحله تخریب کاری را هم مادر امیر دوست خان میکنه که او میاد در بامیان به سیل بت‌ها میاد او رو چیز توپ و چند تعداد عسکر او رو بدرقه میکرد. با توپ مو پنا آمده بود ایره سلی میکنه. خب این بوت هست این خواست به خیال خودش که یک بوت چکنی کنه. دستور داد که تعداد گلوله توپ به این مجسمه بزنی. مجسمه رو تخریب کردن، پاهای بوت ها تخریب شد. دیگه به نظر خودش بوت چکنی کرد. دیگه پیش از اونی که طالبا به کلی از بین ببره باز مثلا خانم امیر دوست محمد خانم این کار رو کرده که از قافله عقب نباشه. من تشکر استاد. آیا تمدن بلخ که به بلخ بامی هم مشهور هست متأثر و متشکل از تمدن بامیان بوده؟ بله قطعا اینا در ارتباط بودن. خب کل تمدن هایی که در دنیا هست یکی از دیگری متأثر میشه، یکی از دیگری چیزهایی را اقتباس میکنه و بعد به کمال میرسه. ولی منظور شما اینه که تمدن بامیان کهن‌تر و ابتدایی تر بوده نسبت به بامیان، نسبت به بلخ؟ بلخ نه، قدیمی تر بلخ است با این تفاوت که البته در بلخ سه تا دین را اقل بوده در یک زمانی که هر کدامش تمدن خاص خودش را داشتن. هم زردشتی ها بودن، هم بودایی ها بودن. باز بودایی هم دو فرقه بودن، بودایی چیز فرقه کبیر و صغیر به این چیز نام می شدن و احتمالا در اون زمان یک گروه چی هم بوده، مسیحی هم بودن در قسمت های از جمله در بلخ و طرف های خدمت نمروز و اینجا ها مسیحی هم کم و بیش حضور داشته و یهودی ها هم پراکنده بودن. ولی در مرکز افغانستان تا جلال آباد بیشتر بودایی ها حاکم بودن. تشکر. به عنوان سوال آخر بنده، بله، پیدایش گروه قومی افغان و یا همون پشتون ها بله به کدام دوره برمیگرده و اینها اصالتا از کدام سرزمین نشأت میگیرند؟ خب خدمت دارم که در این مورد حتی خود پشتون ها هم اختلاف دارند. اختلاف دارند از نگاه افسانه ای یا تاریخی. خود اونها در بعض تاریخ های پشتون میگه که ما از اولاده آصف ابن برخیا وزیر سلیمان پیغمبریم، یعنی ریشه در بنی اسرائیل داریم. و امروز هم یک سری تلاش هایی میشه، خود اسرائیل امروز هم تلاش کرده که کانال بزنه و با یه برادرای پشتون نزدیک بشه که یکی هستیم. خب
از طرف دیگه طالبا که اصلا با این نظر مخالف است، نه ما مسلمان هستیم، به صورت ارتباط با بنی اسرائیل را نداریم، ولی مورخین چیز گاهی این طرف تایید میکنه گاهی اون طرف. در مجموع من یک احتمال میدیم، چون ما دو کلمه در مورد برادرای پشتون داریم، از قدیم یک کلمه افغان داشتیم دیگه، یک کلمه دیگر که این حالت هندی داره، شاید از کلمه هندی آمده باشه، بنام پتان که پتان باز رفته رده و پشتون تبدیل شده، بنام پشتون شده. این احتمال هست که اونمو افغانایشان اصالت اسرائیلی داشته باشه، با پتانها با هم قرنها با هم بوده و زبان پتانها را گرفته و زبان پشتو خدمتان از کنیم تبدیل شده یک قوم به وجود آورده باشه. این با حد احتمال هست. در حد احتمال چرا؟ به این دلیلی احتمال یک مقدار برای من تا حدود قابل چی هست؟ یک مقدار تأیید نه صد درصد، یک مقدار مشکوک هست، به خاطر که کلمات پشتوری که ما بررسی کنیم گاه گاهی کلمات پیدا میشه که این کلمه باید اصالت چی داشته باشه؟ خدمتتون عرض کنیم عبری داشته باشه. مثلا از جمله چی؟ از جمله کلمه کمیس. کمیس ما الان در زبان پشتو داریم، کمیس پیراهن میگه در زبان پشتو. خب ولی کمیس خب همون کمیسه دیگه، همون کمیسی که عبری ها کمیس میگه، به عربی هم وارد شده، عرب ها هم کمیس میگه. خب این از کی از چه زمان آمده وارد زبان پشتو شده؟ البته ما یک نمونه چه کدیم اگه نه ده ها نمونه پیدا میشه. خب ما میگیم احتمال داره که همون یک قبیله اسرائیلی با پشتون‌ها یکی شده، یک قوم را تشکیل داده و زبانش هم از اون قبیله چیز که مقدار از واژه‌های خود او هم آورده اینجا مخلوط شده با هم، یک زبان امروز پشتو را به وجود آورده باشه. شما معتقد هستین که پشتون‌ها متشکل از دو گروه قومی هستند که البته به عنوان یک احتمال، اما اینطور یک نظر قطعی گفته نمیتونیم، که بخشی از اون از سرزمین‌های یهودی باستان بله یهودی که خب این قبایل یهودی یک تعداد کثیر اینها از جمله مشهور برای خود یهودی هم که یک قبیله ما گم شده، قبیله گم شده یه هست که میگردن که قبیله گم شده کی هست. مثلا روزی روزگار اینها آمدن خدمتان از کنیم که اما ترکان اطراف دریای خزر را اینا محکم بیرسن ای قبیله گم شده ما اینه، اینا هستن و تعداد از اونا باز رفتن روی همه افسانه در چی رفت؟ اسرائیل رفتن که الان به یک نام خاص هم یاد میشه اینا کاملا شناخته شده است که از امو باز اونا در حقیقت امو ریشه خزری دارن. خب بعض دیگه شان آمدن که نه او قبیله گمچوده ما همین افغان ها هستن، پشتون ها هستن. باز پشتون ها هم میگن ما جد بزرگ بزرگ ما افغانه بوده، یه افغانه نمیدونم وزیر آصف ابن برخیا بوده و از وزیر آصف ابن برخیا که بوده پس آصف ابن برخیا بن اسرائیل بود دیگه. پس اون افسانه بن اسرائیل گم شده بن اسرائیل جور در میاد، پس شما همون قبیله گم شده بن اسرائیل هستید. که هم یک عده از خود مورخین پشتون هم تایید میکنن، تعداد از مورخین اسرائیلی هم تایید میکنه، ولی در حد یک نظریه هست نه یک چیز قطعی. با توجه به تفضیلی که شما داشتین که اینها در اواخر به خراسان باستان به اصطلاح آمدن و یا مهاجرت کردن، چه دلایل باعث شد که این قوم بتوانه بر ساکنان اصلی خراسان اون روز و یا مناطق افغانستان فعلی حاکمیت داشته باشند؟ خب اینها قبلا چون در هند بودن با قبایل با مردم هند داد و ستد داشتن، جنگ داشتن، آشتی داشتن،
و چیز همو داد و ستد و جنگ و آشتی باعث میشه که اقوام روز به روز قدرت بگیره، بعد برای فردای خودم نقشه بکشه. جمعیت این روز به روز زیاد میشود. اینا یک دفعه دیدن که هرچه طرف شمال برگردیم که افغانستان باشه، سرزمین های وسیع تر و املاک و زمین و زراعت گیر میان. اول کم کم آمدن، مثلا البته نواحی خوست و جلال آباد بخشایشان از قدیم پشتونشین بوده و پشتون ها هم امروز میگه که مرکز اصلی ما در اطراف اسپنغر بوده. اسپنغر امروز در بین افغانستان و ایران قرار گرفته. اسپنغر در اونجای قرار داره که از گردنشان گردنه پیوات میگه. من خودم از اونجا عبور کردم، در از امون گردنه پیوات رفتیم، در پاکستان رفتیم دیگر. باز امونجا نزدیک اونجا یک تانه هست، تانه افغانی، که ما خودم یک شب به مداخل تانه افغانی که عسکرای افغانی بود، مهمان عسکرای افغانی بودیم. باز اون طرف ترم پر چیز تانه پاکستانی کنم، پرچمش بلند بود، پرچم خودت زده بود. خب پس اسپنغر از قدیم اطراف اسپنغر بوده، ولی پشتون ها از امو اسپنغر که اون طرف جنوب میریم، مثلا توتکای که به نام پارچنار هم یاد میشد، یک شهر هست الان اونجا، کل میگه، صده میگه، کرمان میگه، خدمتتان عرض کنیم، کوهت میگه، تا به پشاور میرسیم، باز از پشاور امو طرف تا به لاهور میرسیم، اون را لاهور و تا قسمت های از پنجاب. در این نواحی اینها گسترده بودند، پهن بودند، کشت، زراعت، دهنشین و و هم مالداری داشتند و چادرنشین هم بودند. جنگ و دعوا هم داشتند با قبایل، مثلا با پنجابی ها جنگ و دعوا داشتند، در قسمت های با سنده ها جنگ و دعوا داشتند، گاهی اونها رو شکست می دادند، گاهی هم خودشان شکست می خوردند. ولی از برای اولین مرتبه از حدود به سال هجری که حساب کنیم، از سال 1006 هجری اولین قبایل پشتون از نواحی سند آمدن در قندهار ساکن شدند. قندهار که ساکن شدن و ماندگار شدن، باز جای پاپ باز کردن، بعدن با ازارات در افتادن. با هزارها که در افتادن، قسمت های زیادی مثلا شاجوی، شامقصود و نمیدونم تیرین و تا قلات و مقور و اینجاها، خب هزارنشین بودن. هزارا رو اینجا در طی چندین جنگ شکست دادن، هزارا عقب نشستن طرف مرکز. باز اینا به قندهار هم چی نکردن، چون دیده بودن که در هند زمین چقدر ارزش داره، ارزش زمینه میفهمید. دیدن که ها طرف شمال ما به روش های گوناگون میتونیم سرزمین های دیگه ای را هم چک کنیم. باز از قندهار آمدن طرف شمال، وقت دراود را گرفتن، نمروز را گرفتن، خدمتان از کنیم، تا هرات آمدن ماندگار شدن. و این کوچ تا زمان ظاهرخان و نادرخان هم ادامه داشت و بسیار حساب شده تصرف میکردن. تا زمان امان الله هم ادامه داشت. مثلا نادر از طرف همین نادر پدر چیز ظاهرشاه، این یک وقت نایب از طرف امان الله نایب لکمی قطغن تعیین شد. این که نایب لکمی قطغن تعیین شد، در اونجا که رفت نادر که نقطه به نقطه قطغن شهرها ده ها زمین های زراعتی بسیاری هست، بعضش از سکنه خالی شده یا در حال خالی شدن هست. وقتی تحقیق کرد گفت مالیات و قسنگین هست که خیلی هم زمین های خودم ویل کرد، از خیرش گذشته رفته جاهای دیگر مهاجر شده. اینا ساکنانش یا تاجیک بودن یا پشتون چیز یا ازبک بودن. خب نادر در همون زمانی که نایب الحکومه هست به امان الله پیغام میده که اینجا بسیار سرزمین های وسیعی برای سکونت است. باز یک اعلامیه چاپ میکنه
اعلامیه چاپ میکنن که اعلامیه در کابل و غزنی و جلال آباد و مثلا پکتیا و خوست همه جا پخش میشه. متن اعلامیه اینطوری هست: هم وطنان مشرقی و جنوبی، کسانی که خواهان زمین زراعی باشه بیاد اسم نویسی کنه، ما اینها رو انتقال میدیم در مناطق مثلا پل خمری و قطغن و بعد چیز تخار، اینجاها ساکن میکنیم. به هر نفر 8 جریب زمین آبی و 2 برابر این زمین دیمه داده میشه که شما کشت زراعت کنید، تصرف کنید ایره باز به هر نفرتون. مثلا اگر یک خانواده 10 نفر هستید، به هر مردتون 8 جریب زمین، به زنیدم نصف این زمین داده میشه و سال اول تا 5 سال را هم به شما تقاوی داده میشه. تقاوی به این معنا که گاو قلبهی داده میشه، وسایل زراعت به شما داده میشه، تخمه که گندم اینا که تخم ریزی کنید اینها داده میشه در بدل هر جریب زمینی که به شما داده میشه. فقط 1/16 قیمت داره. 1/16 خوش، 1/16 چی هست؟ چی مقدار ارزش داره؟ چرا 1/16 چرا نمیگه مفت؟ به این دلیل که فردا اگه بررسی شه گفتش که بعد دولت فروخته. بعد در اعلامش که باز مخاطب کی هست؟ هم به تنان مشرقی و جنوبی، فقط به این قوم داده میشه. خب یک هموطنی که از ولایت مرکزی بیاد میتونه بهش از این زمین ها داده میشه؟ نه. از شمال داده میشه؟ نه. فقط اونمون از اون 2 منطقه داده میشه. به این قسم بود که اینجا رو گرفتی که همه جاری حساب کردن. لااقل خب 270 سال است که حکومت افغانستان دست برادرها هست، پس اینا در امور سیاسی بودن و هم کار میکردن، عملا امارت داشتن و حکومت داشتن. یک حکومت خودش انسان رو بیدار میکنه، آگاه میکنه که چی کار باید بکنه. من که در امور سیاسی شامل نبودیم، نمیفهمیدیم که در کشور چی میگذره و چی کارا میشه. مخصوصا متاسفانه آخوندهای ما و علمای ما هم تلاش میکرد که نهایت از چیز کار سیاسی دور باشیم و بنا آگاه باشیم. و چند تا گاه چند تا آخون اکثر که نگاه میکنیم، مثلا 50 سال پیش، 60 سال پیش، 70 سال پیش، 100 سال پیش، همین نماینده ما و دولت که هست، افرادی که آخوندهایی که با ما چی ندارند، دلسوزی نداشتند، اینو میرسند بله ما نماینده هستیم. این هر تصمیم در مورد ازاره دارین به ما بگین تا ما به ازاره برسانیم. خب اونو هم که میامد با توده مردم ازاره تخلیه کنید خدمت دارم که چیز اینی کار بکنید. از چیز اینو ظالمه نمیدونم، ظلم از که مونده، از فلان ظلم مونده، ولش کن بکرزین از چیز خود نشان ندین، به میدان نیاین، به صحنه نیاین. به این بود که ما یک قوم چشم گوش بسته ماندیم. امروز که از مزاری تجلیل میکنیم، به این دلیل که مزاری کسی است که واقعا ما را وارد مسائل سیاسی کرد. که یک نمونش همین که زنها را هم آورد مثلا شامل حزب سیاسی کرد و تشویق کرد که بچه ها در مکتب های جدید بفرست، حتی یک قرارداد با جمهوری آذربایجان هم بست که ما این قبط تو کمک میدیم، اما شرط چنین است که اینقدر تعداد بچه های ما رو، دانش آموز ما رو تو دانشگاهتون تعلیم بیدیم. اینا گرقی شد که ما هزاره دیگه از اون لاک قدیم خود خارج بشیم. تشکر. باید مزاری بیشتر و بیشتر بشناسیم و قدر این مرد بیشتر درک کنیم.
معذرت میخوایم که طولانی کردم، خیلی خیلی معذرت میخوایم. استاد فقط به عنوان آخرین پیام شما، به عنوان پیام همبستگی برای مردم به مناسبت 25 سالگرد رهبر شهید میخوایم داشته باشیم. ما خدمتتون عرض کنیم که بسیار خالصانه و خودمانی به مردم شریف خود خواهش میکنم از اینکه برادران دوستا از گذشته خود ما عبرت بگیریم. تاریخ دانشگاه هست، یاد بگیریم. غفلت هایی که کردیم دوباره غفلت ها تکرار نشد و امروز راه احقاق حق بهترین راه و کم هزینه ترین راه علم و دانش است. بچه های تانه، نسل آینده تانه بگذارید در دانشگاه ها و بالاتر از اون تا هر جایی که میتونه تحصیل کنه، بارورتر بشه از نگاه علم و دانش جدید. فرق بین زن و مرد نیست، همه ای ما انسان هستیم. از این استعدادها استفاده کنید. هر کس یک استعداد فکری و مغزی داره، باید فرزندانتان اونو استعداد شکوفا بشه. ما رو خدا آفریده که مغزت پر از دانش باشه، دانش های مفید. مغز ما خالی نمانه، بی سواد نمانه. بدترین خسارت اینه که افراد ما بی سواد بمانه. خسارت بالاتر از این نیست. ما چندین قرن بی سواد موندیم، از قافله عقب موندیم. حالا که از قافله عقب موندیم، هر کس که از قافله عقب مون، راه این که خود به قافله برسانه چیه؟ بدوه. پس ما باید بدویم الان خود به قافله برسانیم، و اگر نه بدبخت خواهیم میشیم. مسائل جزئی رو فراموش کنید. خیلی آدم تأسف میخوره، فلان ازاره مثلا از دایزنگست ما اینه جاغوری رو قبول نداریم، از جاغوری ما بامیانی رو قبول نداریم، بامیانی ما بیچودی رو قبول نداریم. کی هستین؟ کدام مثلا فرض کن با او تمدنی رسیده که از این قبیله دیگه خود نفرت دارید؟ نه، مردم ما اگر شرق افغانستان از غرب افغانستان از همه ما یک قومیم، تحت همین نام هزاره متحد باشیم. هزاره را یکی به مذهب تبدیل نکنیم. ما هزاره شیعه داریم، هزاره سنی داریم، هزاره اسماعیلی داریم. به این خاطر که کی به کدام مذهب عقیده داره، مذهب را اونقدر نادیده بگیریم. نمیگیم بی مذهب باشید، نه، ولی این در حساب قومداریتان چه نکنید، تعصب نداشته باشید. برادرای سنی ما همو اندازه دوست داشتنی و محترم هست که برادر شیعه ما. شیعه ما همو اندازه دوست داشتنی و محترم است که اسماعیلی ما. به این نام ها افراد را از خود دور نکنیم. این هم این گفت ما میشه. تشکر، سلامت باشین. جهان سپاس و تشکر از جناب استاد کاظم یزدانی از کشور هلند و جناب دکتر صاحب حسین یاسا، همشهری ما از منشن، از شهر مونیخ آلمان. و تشکر میکنم از جناب آقای ذوالفقار امید که تا دقایق از برنامه رو با ما همراه بودن و به دلایلی که عازم سفر بودن ما مجبور شدیم زودتر با ایشان خداحافظی کنیم. و تشکر از شما بینندگان و هموطنان عزیز که از شبکه‌های اجتماعی تا این لحظه ما را همراهی کردین.